والا من راجب این اتحاد بلندتر سوال راجب این اتحاد سوالای بیشتری دارم، چون دغدغم خیلی زیاد هست و اون اینه که پادشاهی‌خواه‌ها چطور میتونن دموکرات بودن خودشون رو نشون بدن یا اذعان بکنن به اینکه به دموکراسی اعتقاد دارن، اکنالج بکنن و به حق انتخاب مردم احترام بذارن. مثلا من میبینم که اون که من یک جمهوری خواه غیر مذهبی هستم، ولی باز اعتقاد دارم که اگه حزب مذهبی هم بخواد بیاد مشکلی نخواهد داشت و همونطور که توی آلمان هست، من این اعتقاد رو ندارم که توی ایران نمیتونه باشه. و این مسئله که فکر کنم که جناب کارن که البته اینجا نیستن اصلا هم شاید بحث وارد استکولاریسم و اسلام نکنی الان، با بین پادشاهی نه 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 اصلا ربطی به اون نداره. جناب کارن بالا نیستن، اخلاقی شاید نباشه اگه صلاح دونستید بیاریدشون بالا. مسلمان ها اگه تمامیت خواه هستن که من با شما همدل هستم روی این قضیه، خیلی از مسلمان ها اینجوری هستن، البته نمیتونم کلی بگم همشون اینجوری هستن، آیا پادشاهی خواه ها هم اینطور نیستن که مثلا چرا نمیتونیم ما حزب مذهبی داشته باشیم یا دینی داشته باشیم؟ این خودش یک قید نیست که شما میذارید و این قیده از در واقع دموکراسی ما رو دور نمیکنه. در مورد این که یه لحظه من جواب اینو بدم، این که مثلا ایشون میان میگن که این ربط با سکولار بودن ایشون داره جدا از پادشاهی خواه بودنشون هست، یعنی ما پادشاهان خانی یعنی ربطی به پادشاهی خواه بودنش نداره. نمیدونم کنم از اون لحاظ خب باشه، این به این دلیل ربط داره که اجازه میدید من جمله بعدیم رو بگم، این ارتباط مشخص میشد. اینجا پینگ پونگیه بگو. اشاره شد قسمی نبودید من حرف بزنم که چه پینگ پونگیه. در مورد آلمان من دارم میذارم که چطور آلمان رو اروپای مسیحی رو مثلا با اسلام مقایسه میکنیم یا با ایران مقایسه میکنیم. این خیلی سوال خوبیه به نظر من، چون همین سوال تو ذهن من به وجود میاد وقتی که صحبت پادشاهی خواهی میشه و حتی سلطنت مشروطه میشه. پادشاهی مشروطه البته اعتقاد دارم، من اعتقادم این است که سلطنت. تو کیس پادشاهی مشروطه چطور پادشاهی مشروطه اروپا رو که به دموکراسی اعتقاد داره کارنامه رو با مثلا کارنامه سلطنت مشروطه تمامی خواهی که ما داشتیم مثلا بخوایم مقایسهش بکنیم؟ این قیاس که ما همونطور که اجازه نمیدیم مثلا یک حزب ما که نه پادشاهی ها هن. مثل آقای کارن عزیز یه ذره تندتر صحبت کن، میگی نمیذاری صحبت کن، خیلی کند صحبت میکنی، یه ذره تندتر لطفا صحبت کن. خیلی اجازه نباید داد که مثلا دیندارا بیان توی حزب سیاسی. ما چرا باید اجازه بدیم که سلطنت طلبا که کارنامه خوبی ندارن و به سلطنت مشروطه، به مشروطه، بخش مشروطه سلطنت اعتقادی نداشتن، بخوام بیان دوباره قدرت رو به دست بگیرن؟ الان که دارن ببینید فرق داره، نمیشه بیشتر پادشاهی خواها به مشروطه باور دارن اصلا، خاطر مشروطه بودن. خب این باور داشتن خیلی ها میتونن به خیلی چیزا باور داشته باشن، برای ما هم میتونیم اینجور بخواییم بحث کنیم که شما ممکنه به جمهوری که باور دارید بیان بگن آقا مثلا شما نه، باید یه کارنامه وجود داشته باشه، یه کارنامه خزینه بدن دارن. آقا باز نکن، آقا جان، آقا بهمین نمیدونم، یه لحظه صحبت نکن. ببین اگه اینجوری بخوای استدلال بکنی، منم میدونی میتونم چه بگم، جمهوری هم کارنامهش جمهوری اسلامیه. بیا نه این استدلال نادرسته بخاطر بله میدونم که نادرسته، استدلال شما خب اگه نادرسته چرا استفاده میکنی؟ برای اینکه دارم نشون میدم استدلال شما، برای اینکه به شما نشون بده که شما استدلال نادرست کردی. خیلی
خیر، نه اینطور نیست. جمهوری اسلامی ماهیت جمهوری نداره، ماهیت همونطور که پادشاهی مشروطه در ایران، اتفاقا مثال شما من حرف من رو ساپورت میکنه، همونطور که پادشاهی مشروطه غلب شده در ایران و مشروطه بودنش ماهیت دموکراتیک نداره، یعنی در واقع فقط اسمه. خب پس حالا پس برسیم به همون جمله اولتون. حالا شما کارنامه جمهوری رو الان تضمین از کجا بدونیم؟ نه یه لحظه، این تو حرف منو نه یه لحظه، این حرف منو تایید میکنه آقا جان؟ من نمیفهمم. همینجا تو داری میگی این مشروطه بودنش به اسم بوده، در واقعیت مشروطه نبوده. خب به همون شکلی که جمهوری اسلامی هم میگی در واقعیت جمهوری نبوده، به اسم جمهوری بوده. خب پس من اگه شما اون چیزی رو که واقعا مشروطه نبوده رو الان بخوای استفاده بکنی برای کارنامه کسایی که پادشاهی مشروطه واقعی رو میخوان، مثل این میمونه که کارنامه ما که جمهوری واقعی رو میخوایم و بگی کارنامه ما اون هم جمهوری اسلامیه که جمهوری واقعی نیست. خب من فرض شما رو قبول میکنم، باش مخالفم، الان قبول میکنم و بعدش میگم که چرا این فرض نادرسته. آیا یک پادشاهی خواه میتونه بپذیره که در انتخاباتی دموکراتیک یک آدم ایمجینری، یک آدم فرضی بیاد، تخیلی، یا آدم تخیلی به نام اسقر آقا بقال که سابقه 30-40 سال اداره یک اسمال بیزینس رو داره توی اقتصاد بیمار ایران و تونسته این اسمال بیزینس رو فارسی بگو، یک کارکسبی کوچیک. این شخص میتونه یک کاندید باشه یا الزاما و حتما باید آقای رضا پهلوی باشه؟ این سوال خیلی مهمه. خب نمیتونه باشه عزیزم، میگم که نمیتونه باشه. مثلا آقای رضا پهلوی باید باشه، هیچ اختیاراتی نداره. این چه تناقضی با دموکراسی داره؟ خب آخه من به عنوان پادشاهی میگم باشه، مشکل نداره. الان جای بابک خالیه. واقعا بابک جانم همیشه به عنوان مسعود خان میگه اگر رضا پهلوی باید پادشاه مشروطه انتخاب بشه که مقبولیت عمومی داشته باشه، یعنی باید یه عده‌ای باشن که انتخاب کنن ایشونو و اون عده هم رأی مستقیم مردم رو داشته باشن. اینجوری نیستش که، یعنی من و شما هم میتونیم باشیم من فقط از بک نشیدم، از خیلی دوستان مشروطه خواهی اینو. من به عنوان یه پادشاهی خواه جناب مارتین، به عنوان یه پادشاهی خواه عذر میخوام، واقعا عذر میخوام مایک رو باز کنم. فقط یک کلمه بگم، هیچ مشکل نیست، هر کسی میتونه شرکت کنه. ببین اقبال عمومی با کیه؟ با چه کسیه؟ و بنده به نظر من اقبال عمومی با شاهزاده رضا پهلویه. دوستان اگه صلاحیت داشته باشن بیان شرکت کنن، مشکلی نیست. به عنوان پادشاهی خواه میگم. خیلی ممنونم که اجازه دادید من عرضم تموم بشه. و نکته آخر که میخواستم عرض بکنم، ما یک روزی داشتیم توی همین اتاق راجع به دموکراسی صحبت میکردیم، از اون موضوع چیز دیگری بود، در مورد کارنامه رضا شاه داشتیم صحبت میکردیم. صحبت این شد که آدولف با انتخابات آزاد موفق شد و با یک سیستم دموکراتیک به قدرت رسید و اونجا بحث شد که یعنی بحث این بود که الزاماً و حتماً این دموکراسی نمیتونه با عرض من این بود با انتخابات آزاد متضمن داشتن، یعنی نگه داشتن اون سیستم به صورت دموکراتیک باشه. من خواستم این رو عرض بکنم که ما کارناممون یک جوری هست که نمیتونه این دموکراسی رو بر بتابه، یعنی ما ذاتاً حالا یا فرهنگمون هست یا حالا هر چیزی هست این رو آقای کارل پوپر یه کتابی داره به نام این خیلی انشا شد آخرین نکته شد مثلا یک جمله آخرمه جمله آخرمه بگو یه کتابی داره به نام جامعه باز و دشمنان آن. میگه نظام دموکراتیک نظامیه که بدون درگیری و خونریزی
قابلیت قدرت رو، تغییر قدرت رو یا پاور چینج رو داشته باشه. این نظام نظام دموکراتیکی هست. آیا کارنامه پادشاهی خواهان این رو نشون میده که تونسته باشن یک نظامی رو به وجود بیارن که این تغییر قدرت درش بدون خونریزی و بدون تغییر اتفاق بیفته؟ متشکرم. این پادشاهی خواهان رو ما نمیتونیم در برشون صحبت بکنیم، انگار همشون یکی هستن. خب این پادشاهی خواهانی که الان داریم، چیزی رو که میخوان دموکراسیه. خب خودشون دموکراسی میخوان. سیستم پادشاهی مشروطه هم مثال براش زیاد داریم که قابلیت دموکراسی بودن رو داره. حالا اینکه پادشاهی‌های قبلی تو ایران اینا نداشتن، خب من نمیدونم چه ربطی داره به اون کسایی که الان پادشاهی میشن. خانم جان ببخشید، حاکمیت غیر قابل تقسیم، حکومت هم قابل بذار نوبتت میشه ببین، خیلی قابل تقسیم هم قابل تعویضه. ایشون هنوز فرق بین حاکمیت و قدرت رو نمیدونن. باشه، بعد اینکه نوبتش بیاین فرق اینا رو